سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمتتون. من آرش باباپور هم این فیلم رو برای پیج گل با میگیرم. امروز افتخار داریم خدمت سرکار خانم ریایی هستیم، متخصص در حوزه امور روانشناسی و کلی خبرهای خوب براتون داریم. خیلی خوش اومدید. مرسی، متشکرم. من سلام می‌کنم خدمت کسایی که با علاقه دارن پیج شما رو پیگیری. خب ما یه سری دغدغه داریم و یه سری سوال داریم. خانم ریاهی به عنوان یه متخصص قراره به صورت گام به گام به ما کمک بکنه. من یه سوال دارم خانم ریاهی. داشتن پت خوبه یا بده؟ البته بگم ما پت میگیم منظور حیوان خانگیه. من فارسیشو میگم که جبران شه. ببینید وقتی که ما میخوایم نظر علمی بدیم در مورد موضوعهای مختلف، ببخشید من شما رو نگاه میکنم، میخوام که با مخاطبینتون هم صحبت کنم. وقتی که ما میخوایم در مورد یه موضوع علمی صحبت بکنیم، مخصوصا توی دنیای مدرن الان ما و توی روانشناسی همینطور، ما خوب و بد رو در نظر نمیگیریم. آقای باباپور، ما میایم سود و زیانی که هر مسئله ای برای ما داره تا ما به یه انتخاب درست برسیم رو در واقع در نظر میگیریم و اینطوری با یه سود و زیان کردن که حالا مثلا خرید این حیوان خانگی و داشتنش چه تأثیری توی زندگی ما میذاره، سودهاش چیه، زیانهاش چیه، ممکنه برای ما دردسرهایی در واقع واقعا داشته باشه، اینها رو در نظر میگیریم و حتما هم انتخابمون باید آگاهانه و مسئولانه باشه. درست. یه نکته خیلی جالبی بگم. خانم ریایی قبل از اینکه روانشناس باشن یه مادر هستن و یه پسر خیلی دوست داشتنی دارن به اسم رهان. اسمش سخت، آرهان. و تجربه نگهداری پت رو هم از نزدیک داشتن. یه پت خیلی خوشگل و دوست داشتنی دارن. با توجه به اینکه شما هم مادر هستید، هم یک روانشناس با تجربه هستید و همین یه تجربه زندگی با پت داشتید و من فکر میکنم تو یه سری مراحل میخواید واسه ما باز کنید دیگه. بله. یعنی مثلا گام به گام ما خیلی کارها رو میتونیم تو این حوزه روانشناسی و حالا حیوانات خانگی انجام بدیم. یه چیزی به مهمی که خب وجود داره، شرایط کنونیه که ما الان داریم توی این روزهای اخیر میگذرم و سرزید سکنم داره یه سال میشه که این بیماری همینگیر وجود داره. ما انسان ها نیاز، یکی از مهمترین نیاز هامون ارتباط هستش که الان واقعا نمیتونیم این نیاز رو شاید خیلی درست بر خودمون برآورده بکنیم. خب نقشی که حیوانات خانگی میتونن توی بین ما انسان ها داشته باشن همین برآورده کردن نیاز ارتباط ما هستش. یعنی واقعا یکی از کمتریناشه که به قول قدیمی‌ها که باید تو خونه یه مونس داشته باشین، این میتونه واقعا بدون دردسر اون همدم شما، دوست شما، نیاز به ارتباط شما باشه. پشت صحنه ما با هم صحبت کردیم، یه لیست داشتیم، یه برنامه داریم از یه جایی به یه جایی برسیم. ما به صورت هفتگی قراره ان شاءالله خانم ریاهی تشریف بیارن راجع به موضوعات مختلف صحبت کنیم. این کلیپ اوله که داریم میذاریم. من خواهشی که ازتون دارم اون موضوعاتی که میخوام صحبت کنیم فقط مطرح بکنیم. ببینید چون این موضوع خیلی موضوع گسترده‌ای هست، ما نمیتونیم حالا امروز همش رو صحبت بکنیم، ولی توی همون سودهایی که خدمتتون گفتم در بهبود افسردگی، یعنی واقعا چیزی که ما الان این روزا درگیرش هستیم یا عزیزانمون درگیرش هستن، در مورد کم شدن استراب و بتونیم استراب رو کنترل بکنیم توی خانواده هم و برای خودمون، در مورد حالا این موضوع های خانواده هست یا مثلا حتی کسی که آقای باباپور میدونم خیلی دوست دارم، من یکی از دوستای صمیمیم همینطوریه، دوست دارم حیوان خانگی داشته باشن اما نمیتونن این کار بکنن. چرا؟ چون فوبیا دارن، از دور لذت میبرن ازش ولی نمیتونن داشته باشنش. خب درمان فوبیا، حالا اینکه مثلا اصلا فوبیا چیه، خب یکی از کارهایی که توی حوزه علم ماست، اون رو هم میتونیم در مورد صحبت کنیم. تک فرزندی رو صحبت کردیم. آره، میخوام اینو خدمتتون بگم که این هم موضوع خانواده و افسردگی و استراب بود. حالا مثلا در مورد خانواده هایی که حالا یه خانواده مسن‌تر داریم که مثلا یه زن و شوهر یا دو نفری هستن که سن‌های بالاتری دارن، که چه نقشی تو اون خانواده داره، در مورد خانواده هایی که فرزند دارن، مثلا تک فرزندی که مثلا نمیخوان حالا فرزند دومو داشته باشن، دارن تصمیم میگیرن که چیکار کنن، چه نقشی حیوان خانگی براشون ممکنه داشته باشه که
من واقعا به این موضوع علاقه مندم، چون به قول فرمایش شما دیدم این رو دیگه توی آموزش جنسیت که بسیار توی دنیای امروزمون واقعا نقش مهمی پیدا کرده و واقعا باید برای بچه همون این کار رو انجام بدیم. میتونیم از پت یا همون حیوان خانگی به عنوان یه ابزار استفاده بکنیم برای راحت تر شدن کارهای تربیتیمون. باز مثلا توی همین موضوع آموزش نظم پذیری، یعنی آموزش نظم برای بچه ها رو داریم، آموزش مسئولیت پذیری رو داریم، کمک به اعتماد به نفس بچه ها میتونیم بکنیم. یه قولی هم به من بدید، دارید میگید ما هر کاری میکنیم یه سود داره یه زیان، قول بدید راجع به زیان ها و فرهنگ سازی هم دیگه صحبت. اصلا من واقعا خیلی دوست دارم که مخاطبای شما بدونن که این کاری که من و شما با هم تصمیم گرفتیم انجام بدیم واقعا این کار تبلیغاتی نیست. مثلا یه حالا بودی اصلا نه پت داشته باشه، حالا اگر که دوست داشتن عزیزان میتونن از طریق مجموعه شما با من در ارتباط باشن، وقت حضوری داشته باشن، حالا تلفنی یا به صورت تصویری با هم دیگه صحبت بکنیم، ولی من این قولو میدم که در خدمتشون هستم. کاری که میکنیم با هم اینه که تصمیم، یعنی به یه نقطه درست توی تصمیم برسیم. خیلی وقتا اصلا ما بحث آلرژی رو داریم که اصلا یه خانواده واقعا برای یکی از عضواش ضرر داره که یه حیوان خونگی هست، پرنده ها نمیدونم. یه وقتا هست اصلا توی تصمیم گیری مثلا اینکه اصلا من میگه نه آقا مثلا شما زیاد سر کار میرین، این زیاد تنها میمونه، شما اصلا به این پرنده بخرید مجرد حتی دوست دارین از وجودش لذت ببرید. در این واقعا ما نمیخوایم اینجا یک کار تبلیغاتی کرده خب. باشیم بگیم خیلی خوبه و مثلا به این پس یه خبر خوب دارم، قراره که ما به صورت گام به گام هفته یک بار به همراه خانریایی عزیز و دوست داشتنی کلیپ بذاریم موضوعات فرهنگی آموزش خانواده رو به کمک یه متخصص صحبت کنیم. امیدواریم در کنار همدیگه با حمایت‌های شما فرهنگ نگهداری پت همونطوری که یه فرهنگی بوده از جامعه اروپایی وارد جامعه ما شده بتونیم با کمک همدیگه توسعه بدیم و در واقع استفادهش رو راحت تر بکنیم، در واقع داشتن پت یه خورده آگاهانه تر باشه. من یه جمله بگم آره حتما صحبتتون رو تموم کنید. من خیلی دوست دارم که هممون با همدیگه تمرین بکنیم، همونطور که از بعضی از چیزایی که مثلا توی شبکه‌های خارجی می‌بینیم لذت می‌بریم بعد قبطه میخوریم که چرا ما اونطوری نیستیم. خب به خاطر اینکه این کارها واقعا به تمرین نیاز داره و اینکه یه ذره پذیرشمون رو ببریم بالا توی کارهایی که جدیدتر هستن، مثل همین مثلا وجود روانشناس مثلا کنار یه جایی که داره حیوانات خونگی رو مثلا میفروشه، ما میتونیم واقعا اینا رو با هم دیگه تمرین کنیم تا ریزه ریزه فرهنگمون رو بکنیم شبیه همون فرهنگی که دورا دور ازش لذت میبریم. این یه تمرین خوبش رو میتونیم برداریم. بله واقعا و مثلا همین که شما ورزش هم تو پیجتون داشتی، من خودم کسی بودم که لذت بردم. آره ما فقط یه اشتباهی کردیم، بایلر رو وقتی بغلش میکنه این دستاشو واها میکنه، بعد اگه پت دیگه استفاده میکنیم که اون حس حیوان آزاری ایجاد نشه. ولی یه نکته خیلی خوبی، قبلا مردم اینقدر به حیوان آزاری حساس نبودن خب، و این نشون بده که فرهنگ جامعه ارتقا پیدا کرده. بله ولی خب یعنی فیدبک منفیه توشه بار خوبم باشه، اونم اینه که وقتی که این ور گود باشید متوجه میشید که به همیشه اول یه سری از کارا سخت‌تر، مثلا شاید اصلا حضور من تو همین مجموعه اولش تجربه های اول هممونه که داریم این کار رو شروع میکنیم. خب پس اصلا حتی اینطوری که کمکمون بکنن که نظرات مثبتی به ما بدن که چطوری بهتر میشه همه چیز، میتونن کمکمون بکنن. خب پس بچه ها ما کلیپ رو برای هفتگی میذاریم، هر نظری دارید لطف کنید زیر همین فیلمی که میذاریم کامنت کنید نظراتتون و موضوعاتی که میخواید مطرح بشه. به همراه خانم ریاهی عزیز ما به صورت هفتگی این مسائل آموزشی رو گام به گام می‌زنیم. ممنونم از حضورتون، ممنون از حضور گرمتون، تشکر، امیدوارم همیشه سلامت باشید. ممنونم.